سلام به همراهان خوب کانال ایران توده، روزتون بخیر. مرسی که امروز هم ما رو همراهی میکنید و با لایک و سابسکرایب کردن باعث قوت ما میشید. فراموش نکنید با فشردن اون زنگوله میتونید به صورت روزانه در جریان اخبار ما قرار بگیرید. از اونجا که محیط خونه به آرامش نیاز داره و شما هم به خواب کافی نیاز دارین، ما میخوایم در این برنامه 10 گیاه آپارتمانی رو بهتون معرفی کنیم که برای داشتن خواب مناسب بهتون کمک میکنه. لطفاً تا پایان همراه ما باشین. بسیاری از افراد فکر میکنن که در کنار گلها و گیاهان روحیه بهتری دارن. البته تعجبی هم نداره، چون این در ذات بشره. در واقع ما یه ارتباط درونی با محیط اطرافمون داریم و به همین دلیله که باید دور و برمون گل و گیاه داشته باشیم. در ادامه میخوایم شما رو با گیاهانی معرفی کنیم که باعث بهبودی خوابتون میشن. گیاه عنکبوتی. یکی از بهترین گیاهان که به تصفیه هوا هم کمک میکنه گیاه عنکبوتی یا گندمیه که هم محبوب باغبون ها هست و هم نگهداری اون آسونه، پس راحت میتونین در منزل نگهداری کنید. این گیاه در شرایط مختلف رشد میکنه. گیاه بعدی گیاه قلب ارغوانیه. گیاه ارغوانی باعث تصفیه هوا میشه و همچنین مواد شیمیایی رو هم فیلتر میکنه. این گیاه برگهای رنگی زیبایی داره، اما اجازه ندین که ظاهر خارق العاده شما رو بترسونه، چون مراقبت از اون کار بسیار راحتیه و حتی تازه واردها هم از عهده اون برمیان. گیاه بعدی که میخوایم بهتون معرفی کنیم اسمش پاپیتاله. بد نیست بدونید که این گیاه هم در میان گیاهان برتر به لحاظ قدرت تصفیه هوا قرار داره و باعث میشه سموم و کپک ها و برخی مواد حساسیت های هوا برد دیگر رو هم فیلتر کنه. یه مزیت دیگه از پاپیتال اینه که در سایه به خوبی رشد میکنه. بنابراین لازم نیست نگران باشین که نور خورشید به قدر کافی به اون برسه. همچنین زیبایی اون هم شما رو مسحور خودش میکنه. گیاه بعدی ارکیده است. ارکیده شبها اکسیژن پس میده. به همین دلیل کاملا مناسب اتاق خوابه. این به این معنیه که با وجود اون شبها خواب بهتری خواهید داشت. و یکی دیگه از مزیت‌های ارکیده اینه که انواع زیادی از این گل وجود داره. و شما با توجه به سلیقه‌ای که برای اتاق خوابتون در نظر گرفتین میتونید ارکیده هایی با رنگ متفاوت رو انتخاب کنید. نخل اریکا. این گیاه دوست داشتنی برای کسانی مناسبه که در آب و هوای خشک زندگی میکنن، چون به هوا رطوبت میبخشه. اگر میخواید نخل اریکا رو در اتاق خوابتون نگهداری کنید، اون رو کنار پنجره رو به سمت جنوب و یا شرق بذارید، چون نور زیاد خورشید رو ترجیح میده. گل یاس. این گل زیبا و دوست داشتنی با اون گل‌های سفید رنگش بوی شیرین و خوبی داره که به خودی خود بسیار عالیه، اما آرامش بخش هم هست و حتی استراب رو کاهش میده و بهتون کمک میکنه شبها خیلی خوب بخوابید. گل یاس از اون دسته گیاهانی هست که به دمای پایین، نور زیاد خورشید و گردش مناسب هوا نیاز داره. گیاه بعدی که میخوایم بهتون معرفی کنیم پتوس طلایی هست. پتوس طلایی انتخاب بسیار خوبی برای ایجاد هوای عاری از سموم در اتاق خواب محسوب میشه. علاوه بر این گیاه برای کسانی مناسبه که وقت کافی برای مراقبت از گیاهان ندارن و به نوعی مناسب برای کسانی هست که گاهی موفق به مراقبت مناسب از گیاهان آپارتمانی خودشون نمیشن و حتی در مقابل آب ندادن های گاه و بیگاه شما هم مقاوم هستن. گاردنیا گیاه بعدیه که میخوایم بهتون معرفی کنیم. بوی گل‌های گاردنیا یکی از مزایای این گیاه محسوب میشه و میتونه چیزهای متفاوتی از فلفلی تا میوه‌ای باشه. با این حال مهمتر از اون برای ما قابلیت خواب‌آوری اونه که در تحقیقات به اثبات رسیده. برای نگهداری از این گیاه باید خاک رو مرطوب نگه دارین و مطمئن بشین که نور خورشید زیاد به اون میرسه. سرخس بوستون رو فراموش نکنید. این گیاه آپارتمانی که از حدود دوران ویکتوریایی تا کنون وجود داره، برای رها شدن از مواد آلی فراری مناسب به حساب میاد که از شوینده ها و پاک کننده ها وارد هوای داخل منزل میشه. این گیاه هوای گرم و مرطوب رو دوست داره، پس میتونید به راحتی از اون مراقبت کنید. روزماری هم یکی از گیاهان پرطرفداره که باعث بهبود خواب میشه.
نگهداری از رزماری به عنوان یک گیاه آپارتمانی فواید زیادی داره و فقط فرصت استفاده از این گیاه پرخاصیت در غذاهای خود رو فراهم نمی‌کنه. بوی این گیاه حافظه رو تقویت می‌کنه و روحیه رو هم بالا می‌بره. به همین دلیل تنفس اون نه تنها در طول روز بلکه در هنگام خواب هم بسیار مفیده. فراموش نکنید که رزماری در نور زیاد رشد می‌کنه، بنابراین باید اون رو کنار پنجره و رو به سمت جنوب قرار بدین. گیاه زبان مادر شوهر یا گلماری. یکی دیگه از گیاهانی که توصیه میشه برای تصفیه منزل استفاده کنید، گیاه گلماریه. این گیاه سخت جان و مقاومه که نگهداری از اون هم بسیار آسونه. با این گیاه همیشه یه گام جلوترین. جالبه بدونید که مورد عجیبی که در مورد این گیاه وجود داره اینه که از خودش اکسیژن آزادسازی میکنه و در هنگام شب و در موازات این کاردی اکسید کربن فضا رو هم جذب میکنه. این موضوع باعث میشه که بدن اکسیژن خالصی رو دریافت کنه، در نتیجه عملکرد ذهنی و مغزی هنگام خواب بهبود پیدا میکنه. همچنین قابلیت دیگه این گیاه سمزدایی از هوای خون است. گیاه بعدی که میخوایم بهتون معرفی کنیم آلوراست. آلوورا به عنوان یکی از استراتژیک ترین گیاهان دنیا محسوب میشه. آلوورا در هنگام شب اکسیژن بیشتری رو تولید میکنه و باعث خواب عمیق‌تر افراد میشه. گیاهی که حتی بر اثر غفلت اون و فراموشی در آبیاری باز هم مقاومت از خودش نشون میده. مصری‌ها این گیاه رو گیاه جاودانگی دونستن و اون رو بسیار پرفایده میدونن. وجود آلوورا در خانه به خودی خودش مفیده و اگه از اون به عنوان یه دارو یا مکمل استفاده بشه، تمام خاصیت‌های اون شکوفا میشه. ژله این گیاه با کاربرد پزشکی به منظور ضماد هم بر روی پوست قرار میگیره و سوزش و خشکی پوست رو التیام میده. همچنین در جوانسازی پوست هم تأثیر قابل توجهی داره. اگه به دنبال یک گیاه مناسب برای خواب مناسب هستین، آلوورا یکی از گزینه‌های خوبه. گیاه والریان هم یکی دیگه از انتخاب‌هایی که میتونین داشته باشین. این گیاه یک گیاه گلدار جاودان است که با دارا بودن گل‌های سفید و صورتی تابستان‌های شما رو سرشار از انرژی و شادی می‌کنه. این گیاه به عنوان یک تصفیه کننده قوی هم مورد استفاده قرار می‌گیره. در نتیجه دیگه نیاز به استفاده از تصفیه کننده های صنعتی ندارین. فقط کافیه گیاه رو پشت پنجره قرار بدین تا روزانه به مدت 6 ساعت نور خورشید رو جذب کنه. پس از اونه که با تمام توان به خانه شما خدمت میکنه و شب هنگام شما رو به خواب عمیقی فرو میبره. Thank you.